رهبری جمهوری تاجیکستان علی رحمان در جلسه جنبسته شورای ملی که 21 میون برگزار شده بود، وظیفه استراتژی در 15 سال آینده پیش بینی شده حکومت را معین نمود. در این جلسه او چنین اظهار کرد: ما در 15 سال آینده سهم صنایع صنعت را در مجموع محصولات داخلی به طور نظاره زیاده کرده، تاجیکستان را از کشوری اگراری اندستریالی و اندستریالی اگراری تبدیل خواهیم داد. ساختار صادرات را از صادرات اشیاء خام بیشتر به صادرات مال و محصولات تیار مبادل می‌گردانیم. غیر از این، به عقیده او تا سال 2030 امکانات انرژتیکی را 3 برابر از 17 تا 45 میلیارد کیلووات ساعت افزوده، با محدودکنی لیمیتی قوه برق در زمستان تماما پدرود خواهد گفت. اینچنین صادرات قوه برق را به کشورهای همسایه نیز افزایش خواهد داد. اینچنین در بین هدف‌های استراتژی حکومت رحمان فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده برای اهالی وجود داشت. او اقرار شد که عین زمان از تمام شهروندان کشور تنها 22% در سطح طبقه کاتگوری میانه استقامت دارند و خلاص. برای عملی کردن این نقشه‌ها امولی رحمان یک قطار چاره‌ها را آید به رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری، مساعدت به ترتیب اندازه‌بندی سودا، افزودن دستگیری حکومت، دسترسی بر ذخیره‌های مالیوی و برطرف کردن مانع‌ها به آن، اینچنین مستحکم نمودن مبارزه بر ضد کرپسی را آماده نموده است. باید قید کرد که چنین اظهارات امولی رحمان باری نخست نیست و آن به نظر می رسد که بحری خاموش کردن ناراضگی مردم و با آینده درخشان امید پیدا نمودن روانه کرده شده است. مثلا هنگام ساختمان گسی سنگتویده بر همخوری لیمیتی زمستانه را وعده داده بود، اما آن عملی نگشت. به عقیده کارشناسان، در حالی که بحران اقتصادی روسیه را فرا گرفته است، حکومت تاجیکستان به نقشه‌های خود نائل نخواهد گردید، زیرا که قسمی نظرسی مجموع محصولات داخلی جمهوری تاجیکستان طول چند سال پول فرستادی مهاجران مهنتی از روسیه تشکیل میداد. اما وقتهای آخر انتقال مبلغ مهاجران مهنتی روسیه از 35 تا 40% کاهش یافته است. مسئله سیاست ضد کرپسیونی باشد، از باز تشکیل آژانسی اداره مالی و مبارزه ضد فساد سال 2007، این تشکیلات تنها حادثه‌های پهن فساد را در بین دختران، معلمان و منصبداران خرد به قید گرفته است که آن به حکومت دگان انعکاسی نمی‌دهد. در حالی که کرپسیه در مقیاس‌های بلند بین منصبداران بلند مقام جمهوری نشانه‌نما یافته ایستاده است. چگونه بین خیش و تباران و نزدیکان امولی رحمان دزدیده شدن مالکیت دولتی را بایگانی پنامه به قریبی آشکار کرده پن نمود؟